سلام عرض کردم. بعد از کش و قوسای دیپلمات جونورای سیدعلی تو ژنو و برک زدنای ذلیلانه ظریف و همراهان، روشن شد که پک و پوز سیدعلی حسابی زهرمال شده. اگه یادتون باشه اون یارو ماموت امام پیچ ولایت تو جمع بازار دیروز قمپازی در کرد تو این مایه ها. و 13 آبان فریادهای مرد بر آمریکا به آسمان رفت و همه فهمیدند، دشمن فهمید، غرب فهمید، فهمیدند که ایران نمیشه سرش کلاه گذاشت، نمیشه ایران رو خواب کرد. ببین آیت الله بدلی جان، اون چه که تو همینجا روشن شده اینه که تو و اون ولی فقیه مفنگی دیگه نمیتونید سر کسی کلا بذارید. آن سبو بشکست و هان پیمانه ریخت، حالا دیگه دور زمونه سینه خیز رفتن واسه هرد کشیدن زهره. به هر حال کار مذاکرات پیش در این بخش مربوط به همین توافقنامه هستش، کار سختیه، کار زمانبریه، اما خب زمان نیاز به این داره، این توافقنامه نیاز به زمان داره و من فکر میکنم با در طول زمان دیدگاه ها، چون مذاکرات ادامه پیدا میکنه، دیدگاه ها نزدیکتر بشه و به یک تفاهمی برسن که به نوعی حقوق ایران هم توش مدحوظ بشه. بپایه و نچای با این تحلیله بابا، اینجوری که سیدعلی خورتومشو کرده تو جام زه دیگه زمانی نیبره که توافق که هیچی، سرایت زهر به اقصا نقاط جسم عظما هم زمان نمیبره، جبتش یه جوره. دوره ملا دیگه آخر شده، شیخ ترور وارسن تر شده، سیدعلی کف کرده سر دراهی، بد بوده حالش حالا بدتر شده، غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو، غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو. هاشمی از عاقبتش ترسیده، ماست و خیار و جام زهرو چیده، سیدعلی جای این کلب تر کنه، منقل و بمب و هستر و چسبیده، غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو، غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو. غنی کنه بمبشو صاف میکنن فکشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو.